ای بهترین بهانه خلقت ظهور کن ای بهترین بهانه خلقت ظهور کن صحنه نگاه چشم مرا پر زنور نور کن صحنه نگاه چشم مرا پر زنور نور کن چشمم راه مان بیا و شبی از این پس کوچه های خاکی قلبم عبور کن پس کوچه های خاکی قلبم عبور کن آقا بیا آقا بیا و با قدم گرم و مهربان آقا بیا و با قدم گرم و مهربان قلب خراب و سرد مرا پرز نور کن قلب خراب و سرد مرا پرز نور کن صبر و قرار رفت از دلهای آشقان صبر و قرار رفت از دلهای آشقان با دست عشق آتش دل را صبور کن راه نفس نمانده بیا ای گل امید راه نفس نمانده بیا ای گل امید آقا بیا و رنج و بلا را تو دور کن آقا بیا و رنج و بلا را تو دور کن دجال های دشمن دین جلوه کرده اند چشمان فتنه های زمان را تو کور کن چشمان فتنه زمان را تو کور کن صلی الله علیک یا عبا صالح المهدی ادریکنی بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم السلام علی المهدی الذی و عد الله بهل عمم با یاد و نام خداوند بزرگ و مهربان و با درود و سلام و تحیت بر مهدی صاحب الزمان قطب عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا با عرض سلام ادب و, و ارادت به محضر همه شما بندگان خوب خدا هموطنان گرامی و ارجمند شما خوبان همراه و بینندگان ارجمند و با کرامت و بزرگوار شبکه تلویزیونی تمدن برنامه موعود در اسلام خدا را شاکرم که جمعه دیگر فرا رسید و ما همچنان چشم انتظار یار را داریم و از خدا بخواهیم که انشالله چشمان ما را به جمال دلآرای حضرت بقیت الله الاعظم اجل الله تعالی فرجه الشریف نورانی بفرماید ان شاء به دعای شما خوبان و بزرگواران در خدمت شما هستیم خدا را شاکرم امروز هم کارشناس گرامی و ارجمند ما موعودشناس کشور و یکی از اوتاد و یکی از بزرگان که سالیان سال است در حیطه مهدویت کار کرده است و زحمات و تلاش فراوانی نموده است که خداوند انشالله جزای خیر عنایت فرماید جناب آجاقای آقای استاد حبیب زکی در خدمتشان هستیم با موضوع برنامه همگونی ها و پیوند بین آشورا و ظهور امروز این را به بحث میگیریم و در خدمت شما انشالله خواهیم بود شما هم تا پایان با بحث های بسیار زیبایی که استاد گرامی و کارشناس ما دارن ما را تا پایان همراهی بفرمایید جناب استاد گرامی ورجمن خوش آمدید و قدم شما هم روی چشما که خوش آمدید و جمعه دیگر و این جلسه ای ما و این برنامه ای ما و هموطنان ما را شما با برنامه ای که دارید و با این کارشناسی ای که دارید به یاد مهدی آخر زمان می اندازید خدا به شما جزای خیر عنایت فرماید ممنون تشکر شما هم ان سلامت و عافیت باشین باشد. و در اجرای برنامه ها و ارائه بهترین برنامه ها برای بینندگان عزیز سلامت و موفق همراه با همکاران عزیزتون همونطوری که حضرت عالی هم اشاره کردین امروز بحث ما پیرامون همگونی ها و پیوند بین آشورا و ظهور است دلیلش اینه که ما در برنامه قبل بحثی داشتیم پیرامون مندگاری و جاویدانگی یا آشورا و یکی از عوامل این مندگاری را این بود که گفتیم آشورا زمین, زمین ساز ظهور حضرت مولا و حضرت مهدی اجل الله تعالی فرجه الشریفه این ادعا رو اینجا مطرح کردیم امروز انشالله تلاش میکنیم که شواهد و دلائل را بر این امر که آشورا زمین ساز ظهور است و آشورا مکتب است که در این مکتب باید یاران مهدی تربیت شود چنین چیزی است لذا به دلایل و شواهد این مطلب میپردازیم قطعا عنوان کلی این بحث شواهد و دلایل بر همگونی‌ها ها و پیوند بین ظهور و آشور است در این راستا به بحث خواهیم گرفت که آشورا یک حرکت و قیام است که در سال 61 هجری آغاز شده و همچنان در فرایند تاریخ ادامه داره و در ظهور حضرت مهدی سمره و نتیجه آن حاصل خواهد شد و این قیام در اونجا به بار خواهد نشست و ظهور حضرت مهدی را نتیجه خواهد داد پس بنابراین در این زمینه ما به شواهد و دلایل این پیوند همگونی انشالله میپردازیم اولین مطلبی که باید مطرح شه در همگونی بین قیام آشورا و قیام حضرت مهدی زمینه و بستر قیام یعنی محنی. در همان زمانه و زمینه که حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام قیامش رو شروع کرد و وضعیتی که بر جامعه مسلمین و بر امت مسلمین حاکم بود و اون وضعیت موجب شد که حضرت ابو عبدالله قیام کند و عاشورا را خلق کند دقیقا وقتی ما نگاه بکنیم روایات را قیام حضرت مهدی نیز در چنین زمینه محقق خواهد شد خب چی اون زمینه حضرت ابو عبدالله با روی کار آمدن یزید و اون اصراری که در رابطه با حضرت ابو عبدالله داشت که باید حتما باید کنه با یزید بیعت کنه به این نتیجه رسید که دیگه اسلام به تمامه در خطر افتاده بله. اگر اقدامی نکند فرایند حاکمیت بنی امیه داره اسلام رو کلا دگرگون میکنه و از بین میبره بله. مخصوصا این که حاکمیت اسلامی تحت عنوان جانشینی پیامبر مشروعیت یافته بود و در و این در بیسلا زمان یزید و معاویه این بر ضد اسلام شده بود و به نام اسلام عمل میکرد بله این خطر از هر خطری دیگری شدیدتر خواهد بود چون یک بار است که آدم دشمن مستقیم خارجی داره خب در برابر دشمن میسته هیچ دشمنی نمیتونه نابود کنه بله. ولی یک دفعه است که نه به نام اسلام به نام دین به نام جانشین پیغمبر عصر جاهلیت رو زنده بکنه که بله. این کار رو بنی امیه کردن اونها دشمن نامرئی بله دشمن نامرئی اونها اول در ارزش ها ارزش های عصر جاهلی در این زمان کاملا زنده شده بود و دوم حاکمیت اسلامی که جانشینی پیامبر بود و مردم و ملت مسلمان و امت مسلمان به شدت به آن احترام داشت این تبدیل شده بود به پادشاهی دیگه از اون حالت خلافت اسلامی خارج شده بود و در همین زمان آن کسی که نماد ایمان بود پرچم اسلام بود و توسط پیامبر به عنوان نماد ایمان معرفی شده بود او در نماز جمعه همین امت اسلامی مورد سب و لعن قرار می گرفت یعنی دیگرگونی تا این حد پیشرفته بود که حضرت امیر سلام الله علیه در تمام خطبه های نماز جمعه عصر بنی امیه مورد سب قرار می گرفت و او به عنوان دشمن اسلام معرفی می شود. در حالی که پیامبر گرامی اسلام حضرت علی را راهش را و جبهه اش را جبهه حق اعلان کرده بود و او را نمادی ایمان اسلامی برای امتش معرفی کرده بود پس دیگرگونی تا این حد در این زمان بالا بود حالا در چن در چنین زمینه حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام قیام کرد برای اینکه اسلام را از چنین تحریف نجات بده. بله سپاس گذارم استاد بله. یک بخش میبینیم بعد در خدمت شما برمیگردیم دوستان گرامی و ارجمندان و شما خوبانه که همراه برنامه معود در اسلام هستید سپاس که تا این لحظه با ما هستید تا پایان با ما بمانید انشالله یک بخش تقدیم دلهای مهربان شما منتظران و بعد برمیگردیم تا پایان برنامه انشالله که نگاه مهربانتان را از ما نگیرید دوستان گرامی و ارجمندان صمیمی شما خوبانی که در این روز در یکی از جمعه های بیقراری در یکی از جمعه های انتظار در یکی از روزهایی که به عشق حضرت مولانا صاحب الاسر و زمان نشسته اید و دل خود را به دلدار سپرده اید و برای فرج و تعجیل در ظهور حضرت هم قطعا دعا میکنید که خداوند انشاءالله ظهورش را معجل و نزدیک کرداند و بشر را از این منجلاب نجات دهد در خدمت شما هستیم با بحث بسیار زیبایی که استاد گرامی برجمند جناب استاد حبیب الله زکی دارد در مورد همگونی ها و پیوند بین آشورا و ظهور ادامه بحث استاد گرامی را همه با هم انشالله بیننده هستیم و تا پایان با ما همراه باشید استاد عزیز و ارجمن ادامه بحث در محضر حضرت علی بله گفتیم که زمینه قیام ابو عبدالله یک چنین زمینه ای بود که اسلام به تمامه در خطر افتاده بود تحریف محتوا در حد خیلی بالا بود که کسی که به دین اسلام به پیامبر به قرآن به آخرت ایمان نداشت در جایگاه پیامبر بر مسند حجت خدا تکیه زده بود به تعبیر حضرت امام حسین علیه السلام که سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکسا لعهد الله مخالفا لسنت رسول الله یعملو فی عباد الله بالاسم والعدوان یعنی یک سلطان ستمگری که حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال میکنه و عهدهایشون را نسبت به پروردگار میشکنه و مخالف سنت پیامبر عمل میکنه و در بین مردم بر اساس گناه و معصیت و فساد رفتار میکنه دشمنی و فساد بله. یا در جای دیگر میفرماید که قد علیم تو من نها القوم قد لزم توعه شیطان و تولوا ان طاعت الرحمن و ازهر الفساد و عطل الحدود بالفع و بالفعی و احل حرام الله و حرم حلاله یعنی همه این نکاتی که عرض میشه حضرت ابو عبدالله میفرمایه میخوای بگه که یک چنین شخصیتی یک چنین آدمی در جایگاه پیامبر نشسته است و برای من سزاوار است که در برابر چنین شخصیتی و در برابر چنین نظامی با اصطلاح اقدام بکنم خب این <سؤال> <سؤال> حضرت عبدالله برای از بین بردن این اقتدار و از بین بردن و جدا کردن بین حاکمیت بنی امیه و خلافت اسلامی با خون خودش با نصار خون خودش و جوانان خودش این کار را انجام داد دقیقا حضرت مهدی اجل الله تعالی فرجه و شریف در چنین زمانه دست به قیام میزنه یعنی ظهور حضرت مهدی هم در یک زمانی است که در اونجا اسلام به تمامه در خطر میفته بله. که روایت داریم که از اسلام جز اسمی و از قرآن جز رسمی باقی نمیمانه بله. لا من الاسلام الا اسمه ولا من القران الا رسمه. رسمه حضرت در زمانه اقدام به ظهور و قیام میکنه که در اون زمان مدعی بسیار قوی خروج کرده قیام کرده به تعبیری و ادعای اسلامیت داره و ادعای برگرداندن عصر طلاعی خلافت اسلامی رو داره عصر طلاعی خلافت خلفای راشدین رو داره و در حالی که این نیتش نابودی اسلام و دست نشانده استکبار جهانی است یعنی در واقع سفیانی یک شخصیتی است که استکبار تمام تلاش و تکاپو و امکانات معنوی و مادی خود به تعبیری یعنی طرح و پروژه های خود روی هم گذاشته یک شخصی را به نام سفیانی خلق کردن به تعبیری و او را به جان امت اسلام میندازن با ادعای اسلامیت بالله. و از نظر تبلیغات هم به شدت ازش حمایت میکنن آنقدر قدر از سفیانی رو گنده میکنن در تبلیغات رسان امپراتوری رسانه‌ای استکبار بله. که مسلمین دنیا نجاتگر و نجات بخش جز سفیانی نمیشناسن حتی روایت داریم که بعضی ها برای م... کسانی از مسلمین برای پیروزی و برآورده شدن آرزوهای سفیانی دعا میکنن در چنین موقعیتی که اسلام به تمامه در خطر در حالی که در رابطه با سفیانی روایت داریم که لا یعبد الله قطو یعنی این آقایی که از نسل ابو سفیان هست دقیقا مثل یزید یزید سانیست مهم. که ادعای اسلامیت داره ولی لا یعبد الله قط و هرگز خدا رو عبادت نکرده و نمیکنه در لباس اسلام با ادعای این که من برای نجات مسلمین برای نجات اسلام آمدم و عصر طلایی خلفا رو برمیگردونم با چنین ادعایی میخوای اسلام را به گونه ای کنه که دیگه اصلا قابل به با اصطلاح بازگرد و برگشتن نباشه در چنین زمینه حضرت مهدی علیه السلام به دستور پروردگار متعال قیام میکنم. ما در این زمینه وقتی مطالعه میکردم یک حسی برای این وجود آمد میخوایم اون حس هم عرض بکنم باله. ما در روایات داریم که یکی از علائم حتمی ظهور ندای آسمانی است ندای آسمانی یعنی این که جبرائیل به نام حضرت و تصریح بر این که حق با مهدی است صدا میزنه بلد. و این صدا بگونه است که همه انسان های روی زمین میشنوند, میشنوند. و حتی نه تنها میشنوند بلکه واکنش ایجاد میکنه در هر فرد بلد. کسی که خوابیده میشینه کسی که نشسته بلند میشه کسی که با استاده است حرکت در راه میفته یعنی این ای تعبیر معنیش اینه که این ندا آن قدر تأثیر گذاره که انسان ها را به واکنش در برابر این ندا وادار میکنه و حرکت و میداره حرکت و بله. من فکر میکردم که خب چرا چرا خدای بزرگ جبرئیلش را مأمور میکنه که یک چنین ندایی در عالم تنین انداز چرا صدا بزنه با مطالعه ای که پیرامون سفیانی داشتم به یک نتایجی رسیدم به این معنا که وقتی سفیانی خروج میکنه ادعای اسلامیت دارد تمام رسانه های استکباری مخصوصا تمام رسانه های باطل از او حمایت میکنه بله. یعنی از نظر تبلیغاتی جهان در اختیار صوفیانی است بله. و حضرت مهدی که به اصطلاح اسلامی واقع است و باید این فریب و نیرنگ باز را به با اصطلاح سری جایش بنشاند بله. و به اصطلاح این خطر را از اسلام دور کنه حضرت مهدی هیچ رسانه ای ندار اینجاست که خدا به کمک حضرت مهدی و او رسانه جبرئیل در اختیارش قرار میده و او اعلان میکنه که حق با مهدی است خب این حس واقعا برداشت من اینه که ندای جبرئیل رسانه خداست که تبلیغ میکنه به نفع حضرت مهدی تازه در روایت هم داریم که به نام حضرت صدا زده میشه و به حقانیت حضرت صدا زده میشه خب حقانیت حضرت مهدی حق است در چه زمینه ای باید این کلمه یا این جمله گفتش در زمینه ای که اونجا یک کسی دیگه یه ادعای حقانیت داره بله یعنی ندای جبرائیل در پاسخ به تمام تبلیغات است که رسانه های استکباری به نفع صوفیانی انجام میده بله در حقیقت این رسانه ها یک کس را در یک جای نشانده ده. بله. نشانده و حقانیت بله. او را بر جهان تبدیل میکنه بله. اینجاست که خدای بزرگ با ندای جبرئیل آن کسی را, را که حق است بله. او را باطل میکنه آن کسی که حق است او را برجسته میکنه بله. پس فلسفه ندای جبرئیل هم اینه حالا با توجه به این من تعبیر اینه که همون طوری که حضرت امام حسین علیه السلام با کفر نقابداری یزیدی قیام مبارزه کرد و در برابرش قیام کرد حضرت مهدی هم در برابر کفر نقابدار سفیانی قیام میکنه بله. که اتفاقا از این ناحیه سفیانی فرزند یزیده از نسل پدر یزیده بله. و همین دلیل عنوان سفیانی بهش داده شده پس معلوم همون طوری که بله. که بله. 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 جبهه دشمن در زمان حضرت عبا عبدالله یزید بوده و در زمان حضرت مهدی سفیانی است که فرزند یزیده بله. در این طرفم هم قیام کننده حضرت عبا عبدالله است و این طرفم هم فرزند عبا عبدالله بله. به قیام کننده است این وسیقترین و به اصطلاح عمیقترین پیوند است که بین آشورا و ظهور وجود داره و البته در راستای خب اهداف این دو تا قیام هم ما میتونیم نکات خیلی زیادی را به عنوان پیوند این دو تا مطرح بکنیم مثلا ظلم سیتیزی که در قیام حضرت عبدالله بوده و در قیام حضرت مهدی به عنوان برجستترین هدف ظهور مطرح شده که یملأ الارض قسطا و عدلا کما از ظلما و جورا و تسلیم نشدن در برابر ظالم که در قیام عبا عبدالله بوده و اینجا همینطور یا تحریف محتوایی که در عصر ابو عبدالله با تبلیغات و با جعل حدیث از ناحیه بنی امیه به وجود آمده بود و دقیقا همین تحریف محتوا در زمان ظهور حضرت مهدی در رابطه با اسلام وجود داره که در این زمینه خیلی روایات عجیبی در منابع وجود داره که اگر فرصت بودن رو مطرح میکنیم خیلی خوب سپاسگزارم استاد گرامی واقعا برنامه که هست و این بحثی که حضرت حالی دارید چقدر زیبا و چقدر جالب است و همین همون همگونی ها و پیوند بین آشرا و ظهور را واقعا میرساند که چقدر بین اینها واقعا پیوند محکم هست انشالله که بعدا و در بخش پایانی برنامه انشالله باز هم از های حضرت عالی استفاده میکنیم و بخش با اجازه میبینیم دوستان گرامی و ارجمند با ما باشید تا پایان برنامه موعود در اسلام نگاه مهربان خود را از ما نگیرید همراهان گرامی بینندگان محترم برنامه موعود در اسلام سپاسگزارم از شما خوبان برادران و خواهران و شما دوستداران و ارادتمندان حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه و شریف با ادامه برنامه موعود در اسلام و بحث همگونی ها و پیوند بین آشرا و ظهور صحبت های کارشناسانه و, و صحبت های بسیار عالی و خوب و جذاب جناب استاد حبیب الله زکی بزرگوار استاد ارجمن ادامه بحث در خدمتش بله گفتیم که در عصر ابو عبدالله تحریف محتوا به شکل خیلی واضح و بی پرده اتفاق افتاده بود با جعل روایاتی جایگاه ها عوض شده بود یعنی حضرت امیر که مدافع اسلام بود و اسلام در وجود او این اکاسی یافته بود او به عنوان دشمن اسلام معرفی شده بود و همینطور در عصر ظهور حضرت مهدی دقیقا این تحریف محتوا اتفاق میفته در حدی که وقتی حضرت مهدی اجل الله تعالی فرجه شریف ظهور میکنه و اسلام واقعی را بر امت عرضه میکنه خیلی ها احساس میکنن خیال میکنن که یک دین جدید آورده بله در حالی که دین جدید نیست بلکه از بستی که دینی اسلام دوچار تحریف محتوا شده بله اه 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 این احساس در آدم با وجود میکنه که اون اسلام واقعی شبیه دین جدید شد بله در این زمینه فقط یک جمله از حضرت علی علیه السلام عرض میکنم و تمام میگه که در هنگامی زهور يعتف, العوى يَعْتِفُ الهوى على الهدى يعتفل الهوى على الهدى. اذا عتف الهدى على الهوى ويعتفل الرأي على القران اذا عتف القران على الراي. وقت يقول لك المهدي هو كنا، ومايل هوي مردومرا هواها لك هذا هو هدایت را محور هواها و میل های مردم قرار میده چنان که قبل از آن هوا هواها و تمایلات هدایت تلقی میشد بله آدما هواهای خود را خواسته های خود به عنوان هدایت بر مسلمین و بر امت عرضه میکردن آراء و نظرها را بر قرآن عرضه میکند چنان که قبل از آن قرآن را معید آراء و نظراتشان قرار میدادند این تعبیری که حضرت علی علیه علی السلام از دیگرگونی که در محتوا اتفاق افتاده و حضرت مهدی وقتی میایه این به اصطلاح تحریف را از اسلام میزیده ای. بله. خب این به اصطلاح در واقع کلش یک بخش و دوم شباهت و همگونی که بین یاران حضرت مهدی و یاران حضرت ابو عبدالله است. بله. ببینید یاران حضرت ابو عبدالله شخصیت هایی بودن که بینظیر تاریخن بله یعنی از اون لحظه تا حالا ما هیچ در هیچ برهه از تاریخ چنین انسان هایی را در که در متن و بطن فرهنگ اسلامی تربیت شده باشه و بزرگ شده باشه ندیدیم چون خود حضرت میگه میگه ما رأیتو اصحابا اوفا و ابر من اصحابی ما هیچ اصحابی را با وفاتر و نیکوتر از اصحاب خود ندیدم معنیش اینه که حتی اصحاب پیغمبر بله در وفا و نیکوییشون به اصحاب حضرت ابو عبدالله نمیرسه با اینکه ما اعتقاد داریم که آنچه حضرت ابو عبدالله بیان کرده نخواسته که مثلا تعارفی حرف تعارفی بزنه یا یک سخن تبلیغی بزنه به تعبیری بله. نه حقیقت و واقعیت را بیان کرده چون ما معتقدیم که همونطوری که حضرت پیامبر به اصطلاح ما ینتقا عن الهوا الا وحی یوها فرزند او و حجت خدا حضرت ابو عبدالله هم همینطور طور سخنی به هوا نمیزنه ولی ایشون چنین سخنی در باره اصحابش داره و عملا هم چنین چیزیه خب ما وقتی تاریخ آشورا رو نگاه میکنیم یاران ابو عبدالله در همون نصف روز آشورا رشادت های خلق کردن ارزش های تولید کردن فضیلت های را به اصطلاح به منسی ظهور رساندن که بی بدیل تاریخه عمر عمر ابن قرزه وقتی در پیشگاه حضرت عبا عبدالله استاد شده بود حضرت به نماز استاده بود آنقدر تیر به بدنش خورد که مثل مرغ بال در آورده بود مثل اما وقتی ز... بله. از شده بود ها بله. بله. اما وقتی زمین افتاد حضرت عبا عبدالله نمازش تمام شد سرش بالای زانو گذاشت به جای این که از شدت جراحات به اصطلاح شکایت کنه رو کرد به حضرت گفت اوفه تو ابن رسول الله آیا من به عهدی که با تو بستم وفا کردم یعنی در آوان جان دادن در اون لحظاتی که آخرین رمق های حیات رو میکشید دغدغه این بود که آیا به عهد خود وفا کردم یا نکردم و این تنها عمر ابن قرزه نبود بقیه شما من همین جور اتفاقا ما همین قضیه رو در رابطه با مسلم ابن اوسج هم داریم بله. که ایشان هم چنین سخنی گفت خب این یاران ابو عبدالله وقتی در رابطه با یاران حضرت مهدی می میبینیم که دقیقا همون خصلت ها و همون صفات و همون تبعیت از امام زمانشان که در زمان حضرت ابو عبدالله بود دقیقا همون وضعیت در بین یاران حضرت مهدی حاکمه در رابطه با یاران حضرت مهدی نکات خیلی بزرگی وجود داره یک اونها از امتحانات آخر زمان موفقانه بیرون می یعنی کسی که سختترین و شدیدترین امتحانات را سپری میکنن تو میشن یار امام زمان بله همچو پروانه گرد وجود حضرت گردن این تمام آسیب ها را به جان میخرن تا مولایشان سالم باشه بله رو... تعبیر روایی داریم عاشق شهادت در رکاب مولایان. یعنی یکی از آرزوهایشان اینه که بدنشان با خونشان آغشته شد در جلوی مولایشان در رکاب حضرت ره. بله رهبان باللیل و لیوس به نهار کسانی که شبها را به زندداری و عبادت میگذارن و روز مثل شیران در میدان نبرد و مبارزه با دشمنانن هم اتوع له من العمت لسیدها میگه یاران حضرت مهدی آن قدر متع و تابع مولایشانه که کنیز نسبت به ارباب خود تابع و در انجام مقاصد مولا با هم مسابقه دارن بله. یعنی در اجرای دستورات مولا از همدیگر سبقت میگیرند در این حد یک روایت دیگه هست میگه لم یسوب بهم الاولون ولا یدرکهم الاخرون یاران حضرت مهدی کسانی است که در شایستگی ها از نسل های گذشته پیشی گرفتند در شایستگی ها و آیندگان نیز کسی به مقام والای اونها نمیرسند یعنی چنین شخصیت هایی در کنار حضرت جمع میشن که دقیقا همون طوری که وقتی حضرت عبا عبدالله میگه ما رأیت و اصحابا اوفا و عبر اصحابی یاران حضرت مهدی هم چنین انسان هایی هستند که امتحانات شدید را گذراندن و در طبعیت از امام و مولایشان عاشقانه جانشان رو سپر میکنن و فدا میکنند این دومین شباهت و سومین نکته یا سومین همگونی جغرافی های قیامه ببینید حضرت ابو از مدینه ترسان آمد مکه و از مکه هم حد جا نیم، نیمه گذاشت به سمت کربلا حرکت به سمت عراق آمد دقیقا همین راه را حضرت مهدی در زمان ظهور می پیمایه اتفاقا از مدینه هم که خارج میشه به سمت مکه می خواهی این فن یعنی ترسانه همونطوری که حضرت ابو بود و در, در مکه به اصطلاح ظهور میکنه خود آشکار میشه بله. و بعد که نیروهایش در کنارش جمع شد بیعت اتفاق افتاد و او به اصطلاح نصاب لازم در رابطه با یاران محقق شد که ده هزار نفر یا بیشتر از ده هزار نفر اون وقت حضرت دست به قیام میزنه یعنی حرکت میکنه به سمت عراق بله مزرعت میخوام آجا یک سوال که در ذهن آدم پیش بله. میآید حضرت علی اشاره کردیم که وقت امام زمان از مدینه به طرف مکه میایه بعد در اونجا دیگه اعلام میکنه که من دیگه ظاهر شدم ظهور میکنه باید. ولی در حالی که خیلی کسانی خیلی جاها میگه که حضرت شباهنگام در خودی مکه میایه این درسته ای اینی که اصلا در مدینه بود از م... مدینه میای در مکه و ظاهر میشه این نه خب اص... اصلا اگزاند. جای حضرت که در نزدیکی های ظهور مدینه هست بله آه. بعد حتی یک سری حرکت های مخفی با بعضی از یاران خود در مدینه جلساتی داره بله. بعد اونجا یاران سفیانی خبر میشن اطلاعات بله. صوفیانی سفیانی برن دستگیر دستگیر کنن حضرت بله. حضرت متوجه میشه و از مدینه فرار میکنه به سمت مکه یعنی ظهور تقریبا پیش از ظهور بله و اون ساعت و دقایق یا روزههایی پیش مم. از ظهور وقتی حضرت از آسمان یا هر جایی که می آید کار نه حضرت از آسمان روی بله. از زندگی بله هست بله آره؟ بله حضرت در مدینه هست و اونجا یک جلساتی داره بله, آره؟ بله خیلی بله. این جغرافیای قیام اصلا آدم را به این نتیجه میرسونه که آشورا و زهور اصلا دوتا نیست بله یک قیام بله اون وقت شروع شده و اینجا نتیجه میده تمام بله چرا... تکمیلش هست بله حتی ما تعبیرم اینجوریه که حضرت مهدی سلام الله علیه از مکه وقتی قیامش را آغاز میکند با هیچ کسی درگیری نمیکنه بله. میاید در اول باید این پرچمی که در آشورا و در کربلا به زمین افتاده این پرچم رو بلند, بلند کنه, با این پرچم با دشمنش مبارزه کنه با این پرچم یعنی اون پرچمی که خون ابو عبدالله خون حضرت عباس در او هست رنگین شده بله رن با اون خون رنگین شده با همون پرچم در همون کربلا در همون سرزمین عراق با دشمنش روبروشه و دشمن را شکست بده و انتقام خون تمام مظالم مظلومین تاریخ را از اون دشمنان بگیر. بله این پس بنابرین دو تا حرکت نیست یک حرکت نکات دیگری هم در همگونی ها بود که خب فکر کنم وقت باقی نمانده پس ما بر اساس ادعایی که داشتیم که گفتیم آشورا ماندگار است چون زمین سازی ظهور است شواهد بر این که این زمینه سازی ظهور است شواهد ارائه کردیم و بخش از این شواهد مربوط بود به همگونیها ها و پیوند بین آشورا و ظهور که امیدواریم ان الله عزیزان و بیننده و بزرگوارانی که این برنامه رو ملاحظه کردند ان به مقصود رسیده باشند و استفاده لازم رو برده باشن سلامت باشین اجقا خیلی ممنون از شما خدا شما قبول کند انشالله که این مرزی حضرت پروردگار قرار بگیره انشالله با شما خداحافظی میکنم دوستان و عزیزان ارجمند با برنامه موعود در اسلام همراه همدم بودید برنامه ما در اینجا به پایان خودش رسید تا برنامه دیگر تا مجال دیگر تا جمعه دیگر و تا زمانی که باز هم دلهای ما به عشق حضرت مهدی صاحب الزمان زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف به تپش درایت همه شما خوبان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم و یک جمله را تقدیم می کنم به پیشگاه مقدس و متحر حضرت بقیت الله العظم اجل الله تعالی فرجه و شریف السلام علیک یا بقیت الله السلام علیک یا دیان الدین السلام علیک یا حجت الله علی خلقه خداوند یارو نگهدار شما